ظریف آزاد نشدن منابع ارزی ایران را ادامه سیاست فشار حد اکثری آمریکا دانست. طرح هدفمندی یارانه ها با قیمت 2.5 میلیون تومان به هر ایرانی. مرگ یک زندانی در پی تجویز داروی اشتباه و عدم رسیدگی پزشکی. فرانسه وقت چندانی تا فروپاشی کامل باقی نمانده است. رهبر جمهوری اسلامی: اسلام سیاسی را حاکم کرده ایم ولی با دیگر اندیش ستیز نداریم. درود همراهان، ضمن قدردانی از اینکه ما را انتخاب کردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت شما به بهتر دیده شدن این ویدیو کمک شایانی می‌کند. توجهتان را به ادامه خبر جلب می‌کنم. دو مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران به اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره عدم آزادسازی منابع مالی ایران در کره جنوبی واکنش نشان دادند و محمد جواد ظریف این اقدام واشنگتن را ادامه سیاست فشار حد اکثری دولت سابق آمریکا دانست. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفته بود که گزارش‌های منتشر شده درباره دسترسی ایران به 1 میلیارد دلار از منابع مسدود شده خود در کره جنوبی نادرست است و تا زمانی که ایران به توافق هسته‌ای برنگشته از رفع تحریم بهره نخواهد برد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این شرط دولت جو بایدن را ادامه سیاست موسوم به فشار حد اکثری دولت پیشین ایالات متحده دانست. او در توییت نوشت که ایالات متحده ادعا می‌کند هوادار دیپلماسی است نه سیاست شکست خورده فشار حد اکثری ترامپ. با این حال بلینکن به این امر مباهات می‌کند که مانع کره شده تا پول خودمان را به کانال سوئیس منتقل کند، کانالی که صرفاً برای خرید دارو و غذا مورد استفاده قرار می‌گیرد. او خطاب به وزیر خارجه آمریکا گفته است که تکرار یک سیاست به نتایج جدیدی منجر نمی‌شود. در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر موافقت واشنگتن با آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، عراق و عمان منتشر شده بود و حتی گفته شد که کره جنوبی 1 میلیارد دلار از 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده در بانک‌های خود را آزاد کرده است. با این حال وزارت خارجه ایران چندی بعد اعلام کرد که سئول هنوز اقدامی در این زمینه نکرده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه نیز به اظهارات آقای بلینکن واکنش نشان داد و گفت که از اول هم مشخص بود دولت کره اراده مستقلی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ندارد. احمدی نژاد: تنها معیاری که امروز برای فاصله طبقاتی داریم ضریب جینی است. ما وقتی ضریب جینی را تحویل گرفتیم 42 صدم بود و وقتی تحویل دادیم 36 صدم بود. شما می‌دانید که هر 1% آن یک برنامه 5 ساله می‌خواهد، اما ما 6% کاهش دادیم که بخشی از آن مربوط به یارانه‌ها و بخشی دیگر مربوط به مسکن مهر و سهام عدالت است. در اینکه یارانه‌ها فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد تردید نکنید، اما مقوله یارانه‌ها به درستی اجرا نشد. یعنی به قیمت امروز شما 45 دلار بگذارید چقدر می شود؟ با همان قیمت‌های فراورده سال 89 الان قیمت فراورده هم افزایش یافته است، اما پرداختی همان است. ضمن اینکه بلافاصله منابع هدفمندی را به جای آنکه به مردم بدهند به منابع دولت اضافه کردند، در صورتی که قبلا اینها منابع دولت بود و دولت موفق نبود و ما گفتیم به دست مردم بدهیم. ثروت طبیعی مال همه مردم است و اگر این ثروت به صورت مساوی بین مردم تقسیم شود تمام استعدادها فعال می شود. ما می خواستیم هدفمندی را کامل اجرا کنیم، اما در آن زمان به ما اجازه ندادند. تازه همین را هم با ضرب و زور اجرا کردیم. فقط 20% اجازه دادند تا این امر اجرایی شود. اگر هدفمندی یارانه ها 100% اجرا می شد با قیمت های امروز 2.5 میلیون تومان در ماه به هر ایرانی می رسید. شما حساب کنید که در این صورت خانواده ها چقدر در تصمیم گیری ها و انتخاب نوع خدمات دستشان باز بود. شنبه 16 اسفند ماه مهدی نریمانی زندانی مالی دارای 30 سال سن که به خاطر نپرداختن مهریه همسرش به مبلغ 25 میلیون تومان به مدت 4 سال در زندان تهران بزرگ تحمل حبس می‌کرد به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد. به گفته یکی از پرسنل بهداری این زندان، آقای نریمانی به دلیل تجویز داروی اشتباه دچار مسمومیت شده بود و در سایه فقدان لوازم و امکانات پزشکی جان باخت. همبندی‌های وی گفتند که صبح روز شنبه در پی وخامت وضعیت جسمانی او با تلاش و اصرار دیگر زندانیان آقای نریمانی را به بیمارستان منتقل کردند. به گفته مسئولان بیمارستان فیروزآبادی او در حالی به بیمارستان منتقل شد که شوک و امکانات احیا هم دیگر پاسخگو نبودند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مسئولین زندان به خانواده اش گفتند که وی در پی اووردوز و یا خودکشی جان باخته است. وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه 21 اسفند نسبت به فروپاشی لبنان هشدار داد و از سیاستمداران این کشور خواست که با تشکیل
دولت جدید اقتصاد آن را از فاجعه نجات دهند. ژان ایو لودریان با بیان اینکه وقت چندانی تا فروپاشی کامل لبنان باقی نمانده است و افزود این فروپاشی نه تنها برای مردم لبنان فاجعه آمیز خواهد بود، بلکه برای صدها هزار سوری و فلسطینی که به این کشور پناه برده اند و نیز برای کل منطقه چنین خواهد بود. این هشدارها در حالی است که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه سال گذشته میلادی با یک نقشه که پیشنهاد داد تلاش کرد دولت جدید در لبنان تشکیل بدهد. دولت حسن دیاب نخست وزیر لبنان تابستان امسال در پی انفجار بزرگ در بندر بیروت استعفا کرد. آقای مکرون سیاستمداران لبنانی را تحت فشار گذاشته است تا کابینه ای از متخصصان مستقل تشکیل دهند که بتوانند با انجام اصلاحاتی فوری بر بحران اقتصادی کشور غلبه کنند. وی با این هدف طی ماه‌های گذشته دو بار به لبنان سفر کرد، اما تلاش‌های او تاکنون راه به جایی نبرده است. ژان ایو لودریان نیز با اشاره به این امر گفت که علی‌رغم وعده‌های مکرر اکنون 7 ماه می‌گذرد و هیچ چیزی تغییر نکرده است. او افزود هنوز خیلی دیر نشده، اما ما داریم زمان را از دست می‌دهیم و این امر به فروپاشی می‌انجامد. لبنان هم اکنون بدترین بحران اقتصادی را در تاریخ مدرن خود تجربه می‌کند، بحرانی که شیوع بیماری کرونا نیز به آن دامن زده است. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی جدید خود تاکید کرد که حضور ایران در منطقه حضوری نظامی نیست و صرفاً اقدامی مستشاری است. رهبر جمهوری اسلامی مدعی شد که حکومت ایران با اندیشه دیگر اندیشان مشکلی ندارد و آنها نباید صرفاً دشمنی کنند. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در روز پنجشنبه 21 اسفند 11 مارس به مناسبت عید مبعث مسلمانان دین را مدیر مجموعه زندگی انسان خواند و این را برخلاف آراء کسانی دانست که دین را در حوزه مسائل شخصی تصور می‌کنند و می‌گویند که سایر مسائل از حوزه دین خارج است. او گفت که اسلام سیاسی همین است که در نظام اسلامی ایران تحقق پیدا کرده و این را نمی‌شود فروکاست و کارهای کوچک و اعمال عبادی محض. این سخنان ظاهرا در پی بحث‌ها و انتقادهای مطرح می‌شود که به دنبال دیدار پاپ با آیت الله سیستانی در عراق بالا گرفته و یکی از محورهای آن مقایسه نوع نگاه او و فقهای حکومتی با آیت الله سیستانی و روحانیون مخالف حکومت اسلامی و ارتباط مستقیم دین و سیاست است. در میان علمای شیعه هم درباره جایگاه ولی فقیه در تعالیم این شاخه از اسلام و رابطه دین و سیاست بحث و اختلاف پیوسته رو به فزونی بوده است، به خصوص که کارنامه جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها نیز به پای دین و متولیان آن در حوزه‌های علمی نوشته می‌شود. اظهارات امروز رهبر جمهوری اسلامی پاسخی به این انتقادها تلقی می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد که حکومت ایران با اندیشه دیگر اندیشان و روشن فکر نماها مشکلی ندارد. او گفت این مسئله ما نیست که با اندیشه شما کاری نداریم، دشمنی نباید بکنید. سخنان رهبر جمهوری اسلامی در زمانی مطرح شده است که بنابر داده‌های نهادهای حقوق بشری ده‌ها تن از وکلا و نویسندگان و روشنفکران در جمهوری اسلامی در زندان به سر برده و یا در حال حاضر نیز در بازداشت به سر می‌برند. نسرین ستوده وکیل زندانی روز پنجشنبه 21 اسفند در نامه‌ای باز هم نسبت به شرایط سخت زندان قرچک برای زندانیان زن اعتراض کرده است. منتقدان می‌گویند که دیگر اندیشانی که سلاح و ابزاری جز اندیشه و قلم و سخن خود نداشته‌اند همواره در دوره‌های مختلف حکومت اسلامی زیر سرکوب بودند. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش نسبت به جنگ نرم هشدار داد و گفت که نباید اجازه داد با ایجاد تردید در اذهان و ناامیدی اراده ها ضعیف شود. او تاکید کرد که امروز فضای مجازی فرصتی برای جوان در این زمینه است. او از افسران جنگ نرم خواست که از فضای مجازی برای ایجاد امید آفرینی استفاده کنند. رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز پنجشنبه خود برنامه‌های تسلیحاتی حکومت ایران را بر پایه آموزه‌های اسلام خواند و گفت که ایجاد سلاح و اقتدار برای ترساندن دشمن است و تکیه اسلام بر مواجهه با دشمن فعال است. رهبر جمهوری اسلامی حضور نظامی ایران در کشورهای منطقه را رد کرد و گفت که آنجایی که نظامی‌های ما هم بوده‌اند مستشاری بوده و یک جایی هم که اصلاً نظامی‌ها هم وجود ندارند و صرفاً سیاسی بوده است. او همزمان خواستار خروج آمریکایی‌ها از عراق و سوریه شد. سخنان رهبر جمهوری اسلامی در زمانی بیان می‌شود که مسئولان جمهوری اسلامی خود به شرکت فعال در سوریه اذعان داشتند. علاوه بر گردان‌های موسوم به فاطمیون و زینبیون که ایران عمدتاً با بکارگیری مهاجران افغان تشکیل داده و به سوریه اعزام کرده است، حضور نیروهای سپاهی و بسیجی ایران هم در جنگ سوریه راز سر به مهری نبوده است. گرچه در سال‌های اخیر به دلیل حساسیت‌ها و انتقادهای بیشتر در سطح جامعه آمار مربوط به این حضور منتشر نمی‌شود، ولی گاه و بیگاه شهرهای ایران شاهد تشییع جنازه کشته شدگان ایرانی در سوریه هستند. منظور از مدافعان حرم کسانی هستند که جمهوری اسلامی برای حمایت از حکومت بشار اسد به جنگ داخلی در سوریه می‌فرستد. علاوه بر این جمهوری اسلامی تا به حال
رسماً مقدار کمک‌های خود به سوریه را اعلام نکرده است، اما مقام‌های مختلف حکومت هزینه‌های ایران در سوریه و عراق را بین 20 تا 30 میلیارد دلار اعلام کردند. از اینکه صبورانه تا انتهای ویدیو ما را دنبال کردید سپاسگزارم. تا خبرهای بعدی خدا نگهدار.